سلام، سروش هستم. بازی نمیریه رو امروز میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی فان 2 تا 5 نفر است، کار نهالکه. توی کانال بازیکده شیراز بازی‌های مختلف معرفی میشن و آموزششون اونجا قرار میگیره. اگه بازی خاصی هم مد نظرتون هست میتونین به ما بگین که ویدیوش رو براتون تهیه کنیم و توی کانالمون قرار بدیم. بازی نمیریه یه بازتولید ایرانی شده از بازی گربه های انفجاریه که اسما کلن تغییر کرده. به جای گربه منفجره مثلا عجل معلق تو بازی هست، به جای کارت خونسا کننده شفای عاجل هست و یه سری کارت هایی که معادل سازی شده با شخصیت های انسانی و حالا کلن همه کارت ها ایرانیزه شده. بازیش فان 2 تا 5 نفر است و یه بازی کارتیه. بازیش هم خیلی کوتاه، زود تموم میشه. خلاصه اینکه تو این بازی باید منتظر بمونین که عجلتون برسه و دار فانی رو ودا بگین. البته شفای عاجل داشته باشین، میتونین کماکان توی زندگی باقی بمونین و نمیرین. همه بازیکن‌ها میمیرن و در نهایت کسی که باقی میمونه برنده بازی هست. بریم که چیدمان بازی رو بهتون بگم و آموزشش که خیلی راحته. اجزای بازی که همشون کارتن، کارت‌ها رو یکی یکی بهتون معرفی میکنم. بازی به این صورته که همه کارتا بر میخوره. البته کارتای عجل معلق و شفای عاجل همشون از دسته کارتا خارج میشن و بر اساس تعداد بازیکن اینا متفاوت هستن. یکی یه دونه شفای عاجل کنار گذاشته میشه که به هر بازیکن یه دونه داده میشه و بقیه کارتا که بر میخوره 4 تا کارت به همه داده میشه. یه دونه شفای عاجل هم میاد تو دست هر بازیکن که مجموعاً هر بازیکنی 5 تا کارت اول بازی توی دستش داره. و تعداد عجل معلق که توی بازی باید باشه میشه تعداد بازیکن‌ها منهای 1. یعنی اگر 2 نفره بازی میشه فقط یه عجل معلق تو بازی هست، 3 نفره 2 تا، به همین ترتیب تا 5 نفره که 4 تا عجل معلق توی بازی هست. بقیه کارتا هم قابلیت دارن که حالا همه رو بهتون یکی یکی معرفی میکنم. توی این بازی قراره همه بمیرن و یه نفر زنده بمونه که اون بازیکنی که زنده میمونه برنده بازی هست. همه شفای عاجلا و عجل معلقا رو جدا میکنیم. نفر یه دونه شفای عاجل برای بازیکنها جدا گذاشته میشه. همه عجل معلقا هم بیرون میاد. حالا از باقی مانده کارتا که همش بر زده میشه نفری 4 تا به همه داده میشه. به اضافه یه دونه شفای عاجل میشه 5 تا کارت. حالا بر اساس تعداد بازیکن عجل معلقا به دسته کارتا اضافه میشه و دوباره بر میخوره و دسته کارتای وسط تشکیل میشه. هر بازیکنی اول نوبتش میتونه پاس کنه یا میتونه کارت بازی کنه. اگه پاس کنه خب کارت بازی نمیکنه و اون مرحله اولش رو به پایان میرسونه. آخر نوبتش هر بازیکنی باید یه کارت از روی دسته کارت ها بکشه و برداره که در صورتی که عجل معلق برداره فقط میتونه با شفای عاجل اون رو اثرش رو خونسا کنه و کماکان زنده بمونه، توی بازی بمونه. و اگر این اتفاق افتاد کارت شفای عاجلش میسوزه و عجل معلق رو برمیگردونه بین دسته کارت ها تا دوباره خطرش برای همه وجود داشته باشه. بازیکنی که کارت عجل معلق رو برداره و شفای عاجل نداشته باشه میمیره، از بازی خارج میشه و اون کارت عجل معلق هم از بازی بیرون میره. توی بازی 2 نفره استثناءن از این کارت های شفای عاجل فقط 2 تاش توی دسته کارت ها قرار میگیره و بقیهش بیرون میره. توی بقیه حالت ها 3 نفر، 4 نفر و 5 نفره بقیه کارت های شفای عاجل همشون توی دسته کارت ها قرار میگیرن. حالا بریم که قابلیت کارت ها رو بگم. وقتی که توی نوبتتون میخواین کارت بازی کنین، یه سری از کارت ها هستن که دستوری هستن و یه قابلیتی رو به شما میدن. مثلا کارت باج سیویل که الان همش رو حالا با آرت های متفاوتی هستن بهتون نشون میدم. اگر شما توی نوبتتون که میخواین کارت بازی کنین، کارت باج سیویل رو بازی کنین، یک بازیکن رو انتخاب میکنین و اون بازیکن باید یک کارت از دست خودش به انتخاب خودش رو به شما بده. فقط در صورتی که اون بازیکن نخیر داشته باشه میتونه کارت نخیرش رو بازی کنه و کارتی به شما نده. در مورد کارت نخیر یه چیز جالب این که میتونین رو نخیر بقیه هم دوباره نخیر بزنین و اثر نخیر رو خونسا کنین. اینم قابلیت جالبیه که هست توی بازی. و اینکه محدودیتی برای تعداد کارت بازی کردن برای بازیکن‌ها وجود نداره. یه بازیکن میتونه تمام کارت‌های توی دستش رو هم توی مرحله اول که میخواد کارت بازی کنه بازی کنه و هیچ کارتی براش نمونه که پایان نوبتش یه کارت برمی‌داره و توی دستش میذاره. کارت بعدی که میخوام بهتون بگم کارت طالبینی هست. همه طالبینی‌ها رو با آرت‌های متفاوت، اگر این کارت رو توی نوبتتون بازی کنین میتونین
ستای روی دسته کارت ها رو بردارین، نگاه کنین و دوباره سر جاش بذارین، که خب اینم بهتون آگاهی میده که ببینید توی اون کارت های روی چه کارتی هست، کارت عجل معلق هست یا نه، کارت های به درد بخور هست یا نه، که بعدش بتونید کارت های دیگه بازی کنید و بازی رو به نفع خودتون بچرخونید. کارت بعدی کارت قرقاتی هست که ازش کلن 4 تا داریم. اگر این کارت رو بازی کنید، کارت های قرقاتی رو بازی کنید، دسته کارت ها رو میتونید بردارید و برش بزنید به هر شکلی که دوست دارید، کارت ها رو بر بزنید و دوباره سر جاش بذارید. که خب اگر این رو بعد از کارت طالبینی بخواید میتونید بازی کنید. شما 3 تا کارت روی رو میبینید و میبینید که کارت خطرناکی هست اونجا و یا کارت به درد بخوری توش نیست، برش میزنید که شانستون رو مجدداً امتحان کنید. خب یکی از کارت های جالب و حمله ای بازی کارت های ناروی ناکار هستن که ازشون 4 تا داریم و آرت کارت ها رو ببینید، خیلی جذاب طراحی شدن. توی گربه های انفجاری اینا همشون کاراکتر گربه هستن، توی این همشون تبدیل شدن به کاراکترهای انسانی. ناروی ناکار رو اگر بازی کنید، بازیکن بعدی که میخواد بازی کنه تمام کارهایی که باید انجام بده رو باید 2 مرتبه انجام بده. یعنی یه بار باید کارت بازی کنه اگر میخواد، اگر نمیخواد پاس بده، یه کارت میکشه، یه بار دیگه کارت بازی کنه یا نمیخواد دوباره پاس بده ولی دوباره باید کارت بکشه. و در مقابل این ناروی ناکار میشه نخیر بازی کرد که خونساش کنه، اثرش رو خونسا کنه و کارت جیم فنگ هم اگر بازیکن بعدی بازی کنه میتونه یکی از اون کارهایی که باید انجام بده رو انجام نده و به جای 2 بار پشت سر هم همون 1 بار معمول خودش رو انجام بده. حالا کارت های جیم فنگ رو ببینیم. اگر جیم فنگ بازی کردید اون نوبت نیازی نیست که کارت از دسته کارت ها بردارید و همونطوری که گفتم اگر روی کارت ناروی ناکار بازی کنید به جای 2 مرتبه همون 1 مرتبه عادی خودتون بازیتون رو انجام بدید. و کارت های خنزر پنزر که تعدادش زیاده و 4 مدل مختلفه. یه عصا داریم، یه گوشی پزشکی، عینک و یه شونه چوبی قدیمی. این کارت ها به تنهایی فایده ندارن، کاری انجام نمیدن، ولی هر بازیکنی که 2 تا از این کارت ها 2 تا عین همش رو داشته باشه توی نوبتش بازی کنه میتونه از دست بازیکن های دیگه کارت بکشه، یعنی معادل همون کارت باج سیویل هست. اگر 2 تا کارت عین هم رو بازی کنید میتونید یه بازیکن رو انتخاب کنید و یه کارت از دستش بکشید که بازم میتونه در مقابلش نخر بزنه و دفاع کنه. و اگر شما 3 تا از این کارت ها 3 تا عین هم داشته باشید و توی نوبتتون بازیش کنید میتونید یه بازیکن رو انتخاب کنید و یه کارت رو از دستش درخواست کنید. مثلا میتونید بهش بگید چفای عاجلت رو به من بده. اگر داشته باشه نمیتونه امتناع کنه و باید کارت رو بهتون بده، ولی اگر نداشته باشه در واقع شما به کاهدون زدین و اون نوبت کارتی گیرتون نمیاد، حتی یه کارت رندوم رو هم دیگه نمیتونید بردارید. و اگر 5 تا از این کارت های خنزر پنزر 5 تا متفاوتش رو داشته باشید و دیسکارد کنید میتونید از دسته کارت های سوخته، یعنی کارت های بازی شده، بگردید و یه کارت رو برای خودتون انتخاب کنید، بردارید ببرید توی دستتون. کارت های شفای عاجل که کارت هایی هستن که اثر عجل معلق رو خونسا میکنن. نقاشی های جذابش رو ببینید. اول بازی هر بازیکن یه دونه توی دستش داره و خب در جریان بازی همه دوست دارن که از این بیشتر داشته باشن که اگه دفعات مختلف عجل معلق سراغشون اومد بتونن اثرش رو خونسا کنن و همچنان زنده بمونن. کارت های نخیر که حالت خیلی نقاشیش حالت لجبازی داره و افراد سالمند رو نشون میده که دارن به چیزهای مختلف نمیگن. دندون مصنوعیه که داره نمیگه، عینک نمیزنه ولی رفته جلو داره تلویزیون نگاه میکنه، سمک نمیذاره، رادیو رو چسبونده به گوشش، ریشش نامرتبه، مرتبش نمیکنه و عصا استفاده نمیکنه، داره حرکات پارکور هم انجام میده براتون. و عزرائیل بازی عجل معلق که به این صورت 4 تا
ازش هست. آرت وحشتناکی داره. چیدمان بازی رو برای حالت 4 نفر براتون انجام میدم که دیگه کامل بتونید شروع بازی رو یاد بگیرید و بازی رو انجام بدید. ابتدا برای 4 نفره، نفری یه دونه کارت شفای عاجل به هر بازیکن داده میشه. این دوتا اینجا میمونه. برای 4 نفره یه دونه از عجلای معلق رو میدازیم بیرون و از 3 تاش توی بازی هست. قبل از اینکه اینها رو به دسته کارت ها اضافه کنم، این کارت ها بر میخوره و به هر بازیکن 4 تا کارت دیگه داده میشه که این 4 تا کارت به اضافه یه دونه شفای عاجل هر بازیکن 5 تا کارت اول بازی داره. این 4 تا با یه دونه 5 تا، نه 4 و 1 5 و 4 و 1 5. خب حالا که کارت ها توضیح شد، این 3 تا عجل معلق لابلای کارت ها قرار میگیره و 2 تا هم شفای عاجل دوباره بر میخوره و وسط قرار میگیره دسته کارت ها و کارت بازیکن. ممنون که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. اگر سوالی در مورد بازی دارید یا نظری دارید، لطفاً برامون کامنت بذارید. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.